سلام، وقت همگی به خیر. ای نامه که می روی به سویش، از جانب من ببوس رویش. راستش من نمیدونم نامه علیگدا به اوباما با این جملات شروع شده یا نه، اما با هرچی شروع شده باشه تا همین جای کار بعد پیچ و تابی تو نظام انداخته. کار به جایی کشیده که خود افخم و دوله به فرموده به صحنه اومده تا یه جورایی سر و ته قضیه رو هم بیاره و بگه شطور دیدی ندیدی. نامه منتسب به مقام معظم رهبری، بازی غیر حرفه‌ای رسانه‌های آمریکایی. این واکنش سخنگوی وزارت خارجه کشورمون به مطلب روزنامه آمریکایی والسی ژورنال که در اون ادعا شده بود در چند هفته اخیر نامه از طرف مقام معظم رهبری به رئیس جمهوری آمریکا نوشته شده. افخم با تاکید بر اینکه هیچ نامه جدیدی مطرح نشده، این رو هم گفت که نامه‌نگاری رئیس جمهور آمریکا دارای سابقه بوده که در برخی موارد هم به این نامه ها پاسخ داده شده. این سخنگوی سرگردون در حالی داره میگه هیچ نامه جدیدی مطرح نشده که چند روز پیش مشاور عظما بند و آب داده بود و گفته بود یه نامه های این وسط بوده. سردار سرتیپ یدالله جوانی در گفتگو با برنامه از تهران شبکه العالم در پاسخ به این موضوع که نشریه وال استریت ژورنال درباره نامه رهبری به اوباما نوشته است گفت که مقام معظم رهبری این نامه را با احترام پاسخ داده، اما هیچ گونه تعهدی برای همکاری با آمریکا را نپذیرفته. آقا بالاخره قضیه چیه؟ علی گدا نامه رو نوشته یا ننوشته؟ اگه نوشته جدید و قدیمش چه فرقی میکنه؟ مهم اینه که بالاخره نوشته دیگه. موضوع نامه رو هم که دبیر شورای امنیت نظام لو داده، مگه نداده؟ اوباما نامه نگاری های متعددی انجام داده است که برخی از آنها را پاسخ گرفته و برخی را پاسخ نگرفته است. این بار پاسخ ارسال شد و همون گونه که گفتم بیشتر این نامه مربوط به مسئله هسته‌ای بود. بفرما، اینم از موضوع نامه. خب حالا با این تفاصیل سوال بنده موشکاف اینه که این جنگولک بازیات چیه اینا در میارن؟ چرا این نامه علی گدا رو هی این دست و اون دست میکنن؟ چی رو میخوان بپوشونن؟ نه جدی، داستان چیه؟ رفقا بذارید یه تیکه از اربدکشی های هویارو سرتشتیک دلواپس قاسمی رو با هم مرور کنیم، شاید یه چیزایی دستگیرمون بشه. کل این نشست ها دلواپسیه عزیزم، و اگر حرف آقا تو این قصه درست در نیاد که من از اساس به این مقوله خوشبین نیستم، بایستی با ولی خداحافظی کرد. نه عزیز من، باید استرس داشته باشی، باید نگرانی داشته باشی، باید سوال داشته باشی، باید خواسته داشته باشی. اینا چیزایی که خود حضرت آقا ازمون خواسته. این راهی که آقایون میرن به ترکستان است، قطعا ما تو این قصه اینا بازی برد برد نداریم. ما اصطلاحات لجنیه که درست میکنن اینا به خورد ما میدن و بچه های ما رو گول میزنن با این کلمات. تو این بازی قطعا یه طرفش برنده است و یه طرف دیگری که همیشه پیوسته تنها و ضعیف بوده و مددی نداشته الا خدا، بازنده این قصه خواهد بود. دوستان جواب سوالای موشکافو گرفتی؟ بله همینه. این دلواپسایی که با یه لبخند و قدم زدن ظریف و تک زنگ شیخ فری چپ میکنن، خب اگه بفهمن مقام عظماشون به اوباما نامه داده، اونم محترمانه، خب معلومه که پیچاشون شل میشه، معلومه که پس میفتن. واسه همینم از که علی گدا سخنگو فرستاده جلو که قضیه رو ماسمالی کنه. اما این قضیه ماسمالی بشه نیست، هر کی خربوزه میخوره باید پای لرزش هم بشینه. علی گدا وقتی داشتی نامه مینوشتی باید فکر اینجا آرام میکردی.